سوزان کجاست؟ اومدم خانم، بفرمایین. این بشقابا چیه؟ بهت گفته بودم اون یکی بشقابا رو بذار، برو عوضشون کن. همین الان عوض میکنم. پینار، این نونا دیگه چیه؟ خودتون میدونین که فهمی رژیم داره. نونای آقا فهمی حاضره تو آشپزخونه. پس بیارش دیگه. غمزه، ببین آسین فقط میوه و ماست میخوره، فهمیدی چی گفتم؟ باشه فهمیدم، برو نونا رو بیار. بوریکای آقا چنار کو؟ به هم نگو فراموش کردی سوزان. این چه حرفیه خانم، مگه میشه فراموش کنم؟ تو فره داره میپزه، داغ بشه براتون میارم. باشه حواستون رو جمع کنین، اون ترد دوست داره. شما اصلا نگران نباشی. باشه خوبه، میوه آسینم که حاضره. خوبه پس دمنوش من کجاست؟ حاضر آهو خانم، میخواین الان براتون بیارم یا بعدن؟ نه الان میخوام. لیلا خانم کجاست؟ نکنه هنوز بیدار نشدن؟ بیدار شده، تو باغچه داره یوگا کار میکنه. میخواد روزشو خوب شروع کنه. با خودش فکر میکنه حتما به یه دردی میخوره. آدم مسخره دیوونه. صبح بخیر لیلا. صبح بخیر. یه روز نری یوگا انگار نمیشه. نه چی شده؟ چرا نباید برم یوگا؟ واقعا نمیدونستم اینقدر چنار رو دوست داری لیلا. همه این کارا به خاطر آقا فهمیه، چون پسرش داره از آمریکا میاد. خب منم گفتم دعوتشون کنم. کار خوبی کردی، میرم یه دوش بگیرم، چند دقیقه دیگه برمیگردم. اینو ببین، فکر میکنه خیلی جوونه. یالا یالا دیگه عجله کنیم، تا چند دقیقه دیگه باید همه چی آماده باشه. واقعا ازمیر آب و هواش خیلی فرق داره. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. فکر میکنم این شال براتون خیلی با ارزشه. هدیه مامانمه، خیلی برام مهمه. راستی شما داشتین ازم عکس میگرفتی؟ آره عکس میگرفتم، ولی از کجا متوجه شدین که این کارا میکنم؟ همین که دنبال شالم اومدم فهمیدم. جدی میگی؟ آره، اگه مشکلی نداره میتونم آخرین عکس رو ببینم. آقا چنا، باباتون منتظرتون هستن. الان میام. روزتون بخیر. هی
همش دارم عوضشون میکنم، هرچی رو میپوشم به هم نمیاد. واسه کی داری خودتو حاضر میکنی؟ همه یه لباسای کمد ریختی اینجا. به خاطر چناره نه؟ ببین آسین، در موردش حرف زدیم، موضوع دیگه تموم شد. اگه همین الان تمومش نکنی میدونی که بدجوری دیوونه میشم. چی میگی؟ مگه چی کار کردم؟ چی داری میگی؟ آسین اینقدر پشت گوش ننداز. اومد مامان جون. ممنونم دخترم. بابا لباسی که پوشیدم چطوره؟ واقعا عالیه، به قیمت خوبی میتونی بفروشیش. تو هم میخوای مثل مادرت خیاط بشی، پول خوبی به دست میاری. نه دختر من، باید تو قصر را زندگی کنه. بازم اول صبح شروع کردیم. تو به حرفای بابا توجه نکن، خیلی واقعا عالی شده دخترم. شما دوتا آبجی کارم ازم گرفتی. بله دیگه، دختر شماییم دیگه. دخترم بی زحمت یه چایی تازه واسم بیار. باشه بابا جونم. ممنون. آبجی؟ دخترم. آی دنیز، تو کی اومدی عزیزم؟ خیلی خوشحال شدم. آی دنیز، تو که گفته بودی آخر هفته میام. خوب شد که اومدی عزیزم. خوش اومدی دخترم. سلام بابا. بیا اینجا دخترم، بشین اینجا. چه خوب داشتیم با هم صحبت عزیزم. بهتون حسودیم شد. نکنه داشتی نگامون میکردی عزیزم. خیلی خوشحال شدم آجی. عزیز دلم. خوش اومدی پسرم به خدا. خیلی خوشحالمون کردی. یالا بهم بگو چطور گذشت پسرم. مدرسه خیلی خوب بود بابا، همون چیزایی که پشت گوشی بهتون گفتم دیگه. مثل اروپا بود یه جورایی. پسر خودمی دیگه. پدر اجازه بدین من بهش خوش آمد بگیم. خوش اومدی چنار. ممنون داداش. چنار خوش اومدی. آسین خیلی چشم برات بودم، راستش خیلی وقته که منتظرتم. بذار ببینمت، چقدر عوض شدی، تو چقدر خوشگل شدی. بذارین همدیگر رو بعدن بغل کنین، بیاین بریم غذا حاضره. یالا بیاین. بالاخره سورپرایزم رسید. چه سورپرایزی؟ چنار خوش اومدی. سلام الا، انتظار دیدنتو نداشتم. سورپرایز خوبی بود نه؟ تعجب کردی. آره خوش اومدی الا جون. ممنونم. بیاین بریم سر میز. سلام به همگی. سلام. شروع کنین، نوش جونتون. ممنونم. بخور دخترم، این روزا خیلی لاغر شدی عزیزم، خیلی زیاد. به خدا خیلی دلتنگ صبحونه خوردن تو باغچه شده بوده. اگه زودتر بهم خبر میدادی خیلی چیزا واسط درست میکردم. آی دوست داری واسط یه املتی بپزم که انگشتاتم باهاش بخوری؟ به املت مامانم نمیتونم نبگم، خیلی حفظ کردم. باشه الان واسط یه املت درست میکنم. نکنه تو ترابزون بهت املت بدون پیاز میدادن. آخ بمیرم واسط. آخه املت مگه بدون پیازم میشه؟ اصلا نمیشه خورد به خودم. خوشمزه است. چی میگی بابا؟ آسین داری چی کار میکنی؟ الا اینجا چی کار میکنه مامان؟ به تو چه؟ حتما یه کاری داره دیگه. این به تو چه ربطی داره ها؟ به هر حال یه صبونه خانوادگیه، اونم عضو خانوادمون نیست. به زودی میشه. نه خیر نمیشه. ببین آسین،
دیگه بهت تذکر نمیدم. خواهشان بفهم دیگه، چون اگه من بخوام بهت بفهمونم میدونی که خیلی بد میشه. من چقدر ساده ام، رفتم حسمو نسبت به چنار به کی گفتم، دستمو سمت مامان دیوونم دراز کردم و خودمو بدبخت کردم. رسمن بله، اینم از املت دخترم. ممنون دخترم. چی شد راستی، بالاخره درسات تموم شد؟ آره بابا تموم شد، الان کنارتون طراحمون دنیز خانم نشستن. میشه بهم بگین دقیقا کار این طراحمون چیه؟ شوکت، بذار یه نفس راحت بکشه. البته عزیزم، البته اونام حتما میگن شما مادر و دختر خیلی دلتنگ هندون، هر موقع خودتون خواستین میتونین بیاین سر کار. از دست تو. راستش من قبل اومدن چند جایی رفتم واسه کار، فردا میخوام برم ملاقاتشون ببینم بالاخره کدومشون میشه. دخترم ما واقعا بهت افتخار میکنیم، این آرزوی تو بود، بالاخره به آرزوت رسیدی، دیگه چی میخوایم ازت مگه غیر از این؟ مامان جون تو باعثش بودی، تو به هم کمک کردی، توانایی و استعدادت، جسارتت، اگه شما پیشم نبودین مطمئنم منم نمیتونستم انجامش بدم. ممنون که هستی مامانم. چه خوب که تو هم هستی دختر خوشگلم. آه باشه بس دیگه، بعدن گریه میکنیم. آبجی بگو ترابزون چه جور جاییه؟ البته عزیزم، کل روز پشت گوشی ور 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 ازش نمیپرسیدی، الان میخوای بازم واسه تعریف کنه؟ باشه بابا، ولی اینجوری رو در رو فرق داره. بگو دیگه، اونجا جای قشنگیه؟ معلومه که قشنگه، دریا و کوهش، همه چیش قشنگه. راستش خیلی بهش عادت کرده بودم. میخوام برم اونجا. خودم حتما میبرمت، بهت قول میدم آبجی. اصلا بهش قول نده. ببین، تو خودت هم میدونی که خیلی از خونه دور بودی، هرچند دخترم خیلی عاقله، اصلا مثل خواهرش نیست. شوکت این حرفت یعنی چی؟ برا خودش کار پیدا کرده، مامانت مخالفه، دوست نداره که بری. ببین آبجی، تو درسشو تموم نکرده، توی شرکت خصوصی کار پیدا کرده، یعنی واقعا شرکت خیلی بزرگیه، همه دلشون میخواد اونجا کار کنن. حالا مامانت مخالفه، میگه نرو. این که چرا رو نمیدونم. پس من چرا خبر ندارم؟ آره خب نمیخوام بره، اما بابات از لجش داره اشتباه توضیح میده. من نمیگم کار نکنه، فقط میگم تو اون شرکت کار نکنه. منم واسه خودم یه دلایلی دارم دیگه. خب دلایل چیه بگو ما هم بفهمیم. هی دلیل دارم، واسه چی نمیخوای بره سر کار؟ بس دیگه شوکت، خدا رو شکر من اینقدرام خول نشدم، بعدن دربارش حرف میزنیم. باشه مامان. دیگه حوصله‌ام سر رفت، من میرم قهوه خونه. آی بیا یه بار محکم بغلت کنم عزیزم. مامان عزیزم قربونت برم. میتونیم حرف بزنیم الا؟ بله البته حرف میزنی. اجازه میدی بابا؟ البته پسرم. تو اینجا چی کار میکنی؟ بعد این همه مدت چرا اومدی؟ چنار، من ماها قبلی اشتباهی کردم، هنوزم دارم تاوان اونو میدم. مگه چه تاوانی دادی؟ تو فکر میکنی من ناراحت نشدم؟ ولی این حقیقته، خیلی وقته که میخوام با حرف بزنم. به زنگامم که اصلا جواب نمیدی، ایمیل و پیامم که نمیبینی. ایلا، میدونی که همه اینو گذشته، دیگه همه چیز تموم شده. من گناهکارم یا تو نمیدونم، چون دیگه تو زندگیم هیچ جایی برای تو نیست. بعد از این همدیگه رو نبینیم خیلی خوشحال میشم، واقعا خوشحال میشم. متاسفم چنار، ولی من به این کارم ادامه میدم. من از این کار خیلی خوشم میاد، چون میدونم یه روزی منو میبخشی. نمیفهمم در مورد چی حرف میزنی.
انگار خبر نداری. از چی خبر ندارم؟ منم تو شرکت کجابیا کار میکنم. چی؟ میتونی خوشحال بشی، تدارک کوکتل شب و من به عهده دارم، یعنی امشب میتونم ببینمت. قهوه حاضرن، میتونین بیاین تو. بله، هوا خیلی خوبه. هوا خوبه، بهتره بریم باغچه. آره راست میگی. عمو فهمی، اگه اجازه شما باشه واسه امشب میخوام همه چیو کنترل کنم. بله خیلی خوبه دخترم، امشب حتما میبینمت. موفق باشی. خیلی ممنونم. میبینمت چنار. آی دخترم، لازم یه چیز بی نمک و بدمزه رو بهم دادی. بابا جون، این بهترین دارو برای شماست. خودتون میدونین که قهوه براتون خوب نیست. خب پسرم، حالا که برگشتی بگو ببینم میخوای چی کار کنی. یه چیزایی تو سرمه ولی نمیخوام خیلی عجله کنم. تو آمریکا درس خوندم و خیلی چیزا یاد گرفتم. راستش بقیهشو میخوام اینجا ادامه بدم. حتی پروژه یه نمایشگاه هم دارم. چطوره؟ باشه، خوبه. ولی همونطور که گفتی عجله نکن. راستش من خیلی خوشحال شدم چنار. امیدوارم کارات به خوبی پیش بره. میگم هر کاری که دلت میخواد و انجام بده. فعلا یه کمی به زمان نیاز دارم. معلومه. خب وقتی میخوای کار کنی حواست جمع باشه، به نفعت دیگه، مگه نه پدر؟ آره، و اینو بدون، اینجا هم یه کاری داری عزیزم. هر موقع که بخوای میتونی به کار تو شرکت کجابی بیای بسرم. میدونم بابا. دختر چرا نشستی؟ پاشو، دیگه نمیبینی خواهره داره جمع میکنه؟ چی کارش داری مامان؟ خب حتما اونم کار داره، حتما داره به عشقش پیام میده. این چه حرفیه؟ مگه کسی تو زندگیت هست؟ آبجی، منم داشت یادم میرفت، امروز تولد آبجی سلماست نه؟ های آخه، من چه جوری فراموش کردم؟ اوف. مامان، میشه یه سر بریم و برگردیم؟ دخترم میدونی که آبجی تازه اومده، شاید خسته باشه، چمدونش هم خالی نکرده. بشین خونه، منو تنها نذارین دیگه. ولی مامان، آبجی اگه بره واسه اونم یه سورپرایز میشه. به خدا یه ساعته برمیگردی. باشه برین، چی کار کنم دیگه. برین دیگه، برین، این نمیتونه صبر کنه. باشه، نگران نباش، من زود برمیگردم. باشه. چنار اومده؟ الام اومده؟ مامانم واسه صبحونه دعوتش کرده. الان دشمن بین خودمونه، دیدی بهت گفتم کی همو ببینیم. دخترم چی کار میکنی؟ مامان، این که شبکه‌های اجتماعیمو چک میکنی بس نبود، الانم تو خونه داری تعقیبم میکنی؟ اومدی اینجا داشتی با کی حرف میزدی ها؟ با عزگه مامان. میگفتی همو ببینیم و این چیزا. امروز که نمیری، مهمونی امشب خیلی مهمه، فقط به لیلا و مرت مربوط نمیشه. مامان، بابای عزگه امروز از خارج از کشور میاد، پس امروز من هیچ جایی نمیرم، نگران نباش. خیلی خوب، زودتر بیا چون خیلی کار داریم، زود باش. خدای من. آخش، خدا رو شکر این روزا رو هم دیدیم. تموم شد بابا، تموم شد. ببین، بالاخره رسیدیم. خدا رو شکر بسنم. مامان خیلی هیجان زده است بابا، چشم به راهته. پسرم، من این همه سال اون تو بودم، حتما خیلی اذیت شده. اونم امروز آزاد میشه دیگه. بعد از این اصلا نمیخوام اصلا دیگه جدا باشیم پسرم. کسی هم نمیتونه جدامون کنه، هیچ کس. آمین. چی
چند دقیقه پیش جلوی بقیه نخواستم موضوع رو کشش بدم، ولی ازت یه خواهشی دارم. گوش میدم بابا. باید برنامه توی مدت عقب بندازی. حالا که برگشتی، پس واسه یه مدتی ازت میخوام که تو شرکت بهم کمک کنی. کارا خیلی زیاده، یالچینم تنهاست. خدا رو شکر کاری نیست که نتونیم انجامش بدیم. حرفمو قطع نکن پسرم، اوضاع خوب نیست. راستش پدر میدونی که یالچین نمیتونی همه کارا رو تنهایی انجام بدی. بعدش فقط چنار نه، اگه لازم باشه منم یه مدت میام شرکت بهتون کمک میکنم. تکین به خونه خوش اومدی، چقدر خوب شد که دوباره برگشتی. خیلی ممنون. چشممون روشن مامان. خدا رو شکر که اون روزای بد تموم شد. تموم شد ناران جون، تموم شد. اونایی که این بلا رو سرمون آوردن باید حواسشون باشه. بیا تو دیگه، بیا بریم باشه. تو رومیزی ها یادتون نره سوزان خانم. خودت میدونی که کدوم رومیزی ها رو استفاده کنی. بله خانم، اونایی که تازه خریدی. من خودم حواسم به همه چی هست، نگران نباش. تو میخوای چی رو حل کنی ها؟ تو که فقط اینجا وایستادی. مامان من میتونم یه ساعت برم پیش دوستامون برگردم؟ میشه بهمون بگی دقیقا کدوم دوستات؟ مگه اونش مهمه؟ خب اگه نری نمیشه؟ چیزی نمیشه مامان، یه ساعت میرم و برمیگردم. باشه، ولی یه ساعته باید برگردی. خیلی خب، پس من رفتم، خدافظ. آبجی، میشه من نیام پیش آبجی سلما؟ چون قراره یه دوستم رو ببینم. خواهش میکنم به هم اجازه بده لطفا. از اولشم میدونستم میخوای اینا رو به هم بگی. حالا بگو پسر کیه. باشه میگم، یکی از شرکته. بعدن همه چیو بهت میگم. باشه بذار برم. باشه آبجی جون، ولی تو 3 ساعت دیگه باید برگردی، وگرنه تنهایی میرم خونه و جواب مامان خودت باید بدی. باشه زود برمیگردم، نگران نباش عزیزه. خدافظ. امشب مسابقه است؟ آره، مگه ممکنه نباشه؟ خیلی تمک کردی ها. آره خیلی، اون گل آخری که زدم همه تعجب کردن پسر. میگم چطور امشب با هم بریم؟ آره دقیقاً به موقع رسید. وا. منو ببین، امشب واسه مهمونی کجا بیا برات این لباسو انتخاب کردم. به به، به نظر منم فوق‌العاده است. بله دیگه، مثل که خانوم منه. بالاخره شوهرم از خارج اومده دیگه، بهتره یکم پوز بدیم. آره داداش، با این لباس امشب ما پیش بابام اصلاً به نظر نمی‌رسیم. اینجوری نگو پسرم، تو هم که چند سال آفتابو نبینی، بیای بیرون اینجوری میدرخشی دیگه. سردار. سردار. چی داری میگی؟ خیلی دوست دارم با آقا فهمی آشنا بشم. دمش گرم. من اون تو بودم، اون بهتون خیلی کمک کرده. من با یه روش خاصی بهش میفهمونم که از خارج نیومدم. تو اینجا داری چی کار میکنی؟ هیچی، استراحت میکنم. وقتی
وقتی پایینو نگاه میکنی یعنی فهمیدی یه کارایی هست که باید انجام بدیم. آره میدونم میدونم. خدایا اینو ببین چقدر ساکت و آرومه. چنار کجاست؟ اینجا دیده نمیشه. راستش اون یه دوستی داره که عکاسه. بارش رفته پیش اون. هیچی تو این خونه سر جاش نیست. همه یه کارا رو من باید انجام بدم. تو هم زودتر بیا پایین. خیلی خوب الان میام. وای خدایا داداشون بالاخره برگشتی. بذار یه بار ببینمت. پسر به خدا چقدر پیر شدی. چیکار میکنی؟ چرا اینقدر پیر شدی پسر؟ داداش چی داری میگی؟ عجب روحیه‌ای بهم دادی. اینجوری پیشواز میان؟ صبر کن بابا چرا اینقدر عصبانی میشی؟ چقدر بزرگ شدی. چنار چقدر بزرگ شدی تو. داداش کمال و زکی کجان ها؟ الان میاد اون گرگ پیر. دیگه تنهایی از پس کارمون بر نمیایم. حالا که تو هم اومدی بهتره که برگردی پیشم. داداش جون اگه بیام من پیش تو نمیام که به خودم لطمه بزنم. برو ببینم. کارا یکم به هم ریخته. مطمئن باش همه چی درست میشه داداش. چطور؟ بابا میخواد من تو هولدینگ کار کنم. خب حالا چی میشه؟ نگران نباش. یه رای پیدا میکنیم دیگه. من واسه کار تو هولدینگ برنگشتم ازمیر. وای چنار جون خوش اومدی داداش. سلام داداش کمال. خوش اومدی داداش. از اومدنت خبر نداشتم. خیلی ممنونم داداش. از من که الکی بهش نمیگم گرگ پیر. من همین چند روز پیش مگه بهت نگفته بودم؟ حواس خوش اومدی داداش. سلام زکی. بذار خوب ببینم ات داداش. موهاشو ببین تو چقدر خوشتیپ شدی. خیلی ممنون داداش. خب بعد از این با مای دیگه بارش یه چیزایی میگفت. متاسفانه یه مدت نیستم. تا بعد. این چرا دیر کرد؟ آیکا؟ آخه تو کجا بودی؟ خیلی وقت ندارم، باید زودتر برگردم. باشه، پس برو. صبر کن، منظورم این نبود. تو شرکت که با هزار بدبختی هم دیگر رو میبینیم. منو به کوکتلم دعوت نکردی. یعنی قلبم خیلی شکسته. میدونستی که منم نمیخواستم اینجوری بشه. ازت خواهش میکنم بی خودی خودتو ناراحت نکن عزیزم. من منتظری یه فرصتم. خیلی خوب؟ نمیدونم اون فرصت خوب کی میرسه. زود باش، 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 باش. مبارک عزیزم. دنیز؟ دنیز اینجا دختر. سلام. از دیدنت خیلی خوشحال شدم. دلتنگت شده بودم. روز تولدم بهترین هدیه رو بهم دادی. منم خیلی دلتنگت بودم سلما. خوب شد دیدمت. بعدن برات کادو میخرم. مزخرف نگو عزیزم. همین که اومدی خودش بهترین هدیه است برام. آی بیا بریم عزیزم. خوش اومدی. خوش اومدی دختر. از دیدنت خوشحال شدم. خیلی ممنون. از دیدنم خیلی خوشحالم. از دیدنت خیلی خوشحال شدم. خیلی خیلی ممنون. ممنونم. ممنون. خیلی خوشحالم کردین. باشه نوران، باشه. البته میبینمت، میبوسمت عزیزم. پس فعلا تلفنمو بگیر. باشه خانم. خیلی ازت ممنونم. بیا. دخترم تو اگه یه روز نباشی اینا منو فراموش میکنن. مگه همچین چیزی ممکنه بابا؟ هیچی برام مهمتر از سلامتی شما نیست. باید قرصاتون رو سر وقت بخورین.
ممنونم دخترم. خدا مادرتو رحمت کنه. قبل مردنشم اینجوری بهم میرسید. خدا رحمتش کنه، هر چیزی رو قبل از پسرش به تو میگفت. نمیدونم چه جوری زحماتتو جبران کنم. خدا ازت راضی باشه. خدا همیشه از شما راضی باشه بابا جون. من قبلا اینو ندیده بودم. چقدر عکسم خوب افتاده. اینا روزای خوبته. کم مونده، خیلی کم. بذار از اینجا بیام بیرون، یا تو منو میتونی ببری به آسمونا، یا من تو رو دوباره میارم تو این آشغال دونی. به خدا خیلی خوب شد، ولی چند لحظه دیگه من باید برم. اوه تو هم؟ آره معلومه چی داری میگی. آی گوشیم داره زنگ میخوره، انگار از محل کارمه. باشه میشنوم عزیز. بله باشه. خیلی دلم برات تنگ شده. من واقعا نمیتونم بیام علی آقا، درکتون میکنم. باشه بهتون خبر میدم. اوف. چی شد؟ خبر خیلی بدیه؟ امروز مرخصی گرفته بودم، ولی الان رئیسم میگه که باید بیای. بهم میگه اگه همین الان نیای اخراجت میکنم. باشه خودتون راحت نکن. ولی بهش قول دادم اگه نرم خیلی ناراحت میشه. نه گردن من نه اندازین، من فردا صبح زود باید برم سر کار. فقط برای 2 ساعته. به خدا نمیشه، دارم جدی میگم. اون واقعا نمیتونه، مامانم بفهمه دوست به سر داره عصبانی میشه. تو آدرسو بهم بده، من میرم. خودت میدونی که من قبلا هم رفتم. خیلی ممنونم ازت، دومین سورپرایزو بهم دادی عزیزم. این کارتو هیچ وقت فراموش نمیکنم. بری. آبجی مامانم. حالا یه چیزی بهش میگم. خب کجاست؟ کجا باید برم؟ ببین عزیزم، باید از اینجا بری. باشه. یه خورده که رفتی جلو. باشه. دختر زود باش، زود باش، تمومش کن دیگه. تو برو به اون کمک کن. یالا تو بیا اینجا ببینم چی کار میکنی. زود باشین دیگه. یالا تو امینا رو از اینجا بردار. باشه ببرش اونجا. زود باشین دیگه، داره دیر میشه. باشه بهشون خبر میدم. شما اصلا نگران نباشی. من اومدم. خوش اومدی. آی پس آبجیت کو؟
مامان جون از محل کار سلما بهش زنگ زدن. اونا واسه این که با یه دوستش ملاقات داشت رفت. آبجیم هم دلش نیومد. به جای اون رفت سر کار. از دست این دختر. سلما الان وقت پیدا کرده. بعدش من میدونم اونو دوست داشت. اگه خیلی اینو بشنوه به خدا وای به حال سلما. فقط همینو کم داشتم. دخترم تو کشم سوزن نمونده. داخل اون جعبه یه سوزن هست، میشه واسم بیاری؟ باشه مامان جون. داری چی کار میکنی دخترم؟ مامان من چرا این عکس رو ندیده بودم؟ این واقعا خیلی خوشگله. آدمی که کنارته کیه؟ من که نشناختمش. این خالته. خالمه؟ مگه ما خالم داریم؟ خب اون الان کجاست؟ مرده. آبجی برو دیگم اینجا نیا، ما اصلا به پول تو نیازی نداریم، گمش از اینجا برو. به خدا منظوری نداشتم. آهو هرچی بود من فهمیدم، دیگه نمیخوام ببینم تو برامون مردی. یالا از اینجا برو. خب اون بچه ای که پهلوشه کیه؟ راستش شبیه بچگیه ی آبجیم میمونه. این آبجیت نیست. وقتی این عکس رو گرفتیم آبجیت هنوز به دنیا نیومده بود. خواهشان تو هم اینقدر وقتمو نگیر، خیلی کار دارم. یعنی الان من یه خاله دارم؟ کیو سر کار میذاری ماما؟ اصلا نمیدونم این آهو کجاست. خیلی وقته که ندیدم. اونجاست. بیا بریم پیشش. سلام، شبتون بخیر. شبتون بخیر. آره خب راستشو بخوای منم همین فکر میکردم. جدی میگی؟ خوش اومدین نوران جون. ممنونم آهو جون. نکنه شما آقا تکین هستین؟ بله من تکینم. من یالچین کجا بیام؟ خوشحال شدم. خوش اومدین. منم تکی نیوکسلم. منم از دیدنتون خوشحال شدم. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ازتون ممنون. آسین؟ آسین؟ چطوری عزیزم؟ خوبم ممنون. خیلی وقت ندیدمت. آره خیلی میگذره. امتحان و بعضی کارهای دیگه بود. نمیتونستم نفس بکشم. این مدرسه تموم شه بالاخره. خودمو میرسونم ساحل اون وقت. بعد از اینم دیگه به حرف مامانم گوش نمیدم. خب چه خبر از شرکتتون؟ همه چی خوبه. ببین خانواده منم اومدم. سلام، خوش اومدین.